بریم به استقبال فایتر آبی ما از کشور سن، از شهر کرمان با 33 سال سن، 84 کیلو وزن و رشته وشو جانانه انرژی بزنی به افتخار مرتضا نوروزی. مرتضا نوروزی 33 سال سن از شهر سمنان. مرتضا نوروزی و جانانه تشریح کنی. 187 سانت قد، سبک مبارزه وشو و قهرمانان قدیمی ساندا و بوکس کشورمون. چه ورود حرفه‌ای. آهنگ کارگاه گجته؟ نه پلنگ صورتی و صورتیه. اینفکتد ماشروم. باریکلا ریمیکس اینفکتد ماشروم. آهنگ خوفناکه واقعا. پلنگ صورتی در جهان موازی. عجب موزیکیه. امروز چیزای عجیبی دیدیم. همینجا سلام میکنیم به روح پلنگ صورتی. بعد دشمنه که خودش فکر نمیکرد که یه زمانی در MMA آهنگ تو پخش باشه قبل از ورودی پایین. خونم تو تهران. یافتا با خب قبل از اینکه ایشونو ببینیم دیدیم که مربی یکی دیگه فایترها بودن. یه فایتر مازندرانی که اومده بودن ایشون مربیشون بودن. معمولا بچه‌های گوشوکا خیلی با هم دیگه نزدیکن و با هم کانکتن. اونم به خاطر مدیریت خود دکتر علی نژاد آقایتون باشه رئیس اسبق فدراسیون وشو خیلی وشو رو کشید بالا و کمکش کرد. بعد از چک داوران مرتضی نوروزی وارد آکتیگان میشه. مرتضی نوروزی از سمنان. ماشاءالله صورت نور بالا میزنه فایترها. صورت نور بالا میزنه. خیلی با تجربه است. نیکو خیلی با تجربه است. فایتر قرمز از خراسان رضوی. 180. هادی علی اصغرزاده رو جانانه تشویق کنید. تمام ربات ها مینیسکا فکر میکنم. شبیه خود آقای فضلی هم هست. خب خب. ورود داشته باشین بچه ها، ورود داشته باشین. هادی علی اصغرزاده. هادی اصغرزاده از خراسان رضوی 28 سال سن، 84 کیلو وزن، رشته ورزشیش MMA. عضلات پولش هادی از خراسان شهر فاروز و از کرمانجای کشورمون هستش. لقبش هم یل کرمانجه. موزیک هم موزیک کرمانجی. ماشاءالله نیما تو موزیک هم وارده ها. کامل در جریان هست. همه چون هست نیما دایره دول معارف MMAه. پرنگ صورتیه چی بود؟ اینفکتد؟ اینفکتد ماشروم. ماشروم ماشروم افونتی؟ قارچ افونتی. خیلی بند خفنی هم. چه اسمی گذاشت؟ هیوی میتال الکترونیک هم. خب خیلی تخصصی شد. هادی علی اصغرزاده از شهر فاروج خراسان شمالی. از قوم رضوی هم بکنم. نمیدونم فاروج الان بخش خودش بچهش فاروجه. شاید هم توی خراسان رضوی تمرین کرده باشه. من باهاش قبل مبارزه صحبت کردم گفتش که من از کرمانج اومدم. به من میگن یل کرمانج. کرمانج هم یک قوم از قومای کرده که وارد شمال خراسان زندگی میکنه. هادی اصغرزاده. این اطلاعات خوب بود. بیرفه خاله دو جا فایتر یه نقشی جانانه بذارید. فایت زیبایی باید بشه. وزن 84 کیلوگرم خیلی وزن ترسناکی به نظر من. وزن منه. ولی من ترسناک نیستم. من هفته. یه ضربه اضافی بزنید دیگه این سری دیسکالیفیه. کاوه کاویان داور بین المللی رزمار اف سی آخرین قوانین و توصیه ها رو گوش زد میکنه به هر دو فایتر. مرتضی نوروزی کورنر آبی. هادی علی اصغرزاده. بریم برای مبارزه. کورنر قرمز. Oh!
میریم برای که این مبارزه خیلی حساسو براتون گزارش بکنیم. نگار اونجا آب ریخته. اگر خیس باشه داور باید بگه که بیان خوش کنن. نمیشه مبارزه ادامه بده. یه بار داشتم یه مبارزه رو نگاه میکردم، دوستانی که میان پاک میکنن زمینو، تا اومد پاک کنه اونم خورد زمین. واو مثل چیز شد، یه بازی فوتبال بود، بران کارد اومدن بیارن خودش تک رفت به اون چیزون زیر. معصوم بنده خدا 5 بار خورد. ولی ما اولین دوره که UFC برگزار شد در شکست، اینجا خدا رو شکر ما رو تو تهران اولین دوره چه اتفاقی نیفتاد. خدا رو شکر. بذار تمام بشه نیکو. واقعا راست میگی. خب بریم برای که مبارزه خفن هم بریم. همون اول یه اوورهند میزنه غریبو زیرگیری میکنه میاره پایین. چقدر ریلکس بازی مثل که واقعا یل بود، یل کرمانج بازیکن کرمانجا همشون تفنگ دارن. ولی خب به نظرم خیلی کار قشنگی نبود، توی دست دادن اوورهندشو وارد کرد و بعد زیرگیریه. من ندیدم داشت دست میداد اون شب. خب آره آبی کنترل میکنه، آبی خیلی. رضا نوروزی ریلکس، صورت آروم. کار جالبی نیست اگر دستون در تو، من ندیدم اون صحنه رو. حالا مبارزه رو منم با دقت ندیدم. ولی خب غیر قانونی نیست. نه نیست، ولی غیر اخلاقی هست تقریبا. خب فعلا داره تلاش میکنه که بتونه بیسته. در هفت گارد داره تلاش میکنه که انقدر بازی کنه آبی با تجربه کوچش هیچی نمیگه. هیچی. خب به خاطر اینکه اون شخصی که فکر کنم کش نشسته در قبلش داشت بازی میکرد، ایشون کوچش بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم. نکلاک ولی غافلگیر شده اول مبارزه. بله بله تعجب کرد. از این گارد رضا نوروزی رو رد میکنه، میره در فول گارد. هادی فول نشد من با مرتضی قبلا جوجیتسو کار کردم، خیلی آدم سرسختی و خیلی سخت رو زمین میمونه. میتونیم ببینیم که داره سعی میکنه بلند بشه، ولی خب هادی هم خیلی به نظرم پرقدرته. هادی در سایت کنترل در هاف گارد داره کنترل میکنه. هادی اجازه نمیده بستتش از این کار خاصی هم نمی کنه به نظر من. هر کسی بود اینو می خورد. موقع دست دادن اگه اوورهند بزنی زیرگیری کنی برد به چه قیمتی دیگه. البته از دور اومد، یعنی باید یه بار اونجا رو ببینیم. باید ببینیم آره، نمی تونیم. خوب داره کنترل میکنه همه. الان البته میدونی که از نظر امتیازی خب حریفی که روی داره امتیازا رو میگیره به علت کنترلی که داره، ولی اونی هم که زیره در صورت داره خوب دفاع میکنه. ضربه وحشتناکی به صورتش نخوردن، ولی امتیازی برای دفاع بهت نمیدن. نمیدن دقیقاً امتیاز وظیفت اینه که دفاع کنی خود. دقیقاً ولی این ضربات داره میزنه. الان چند تا ضربه زد فکر کنم یه آرنج هم بله اصابت که درسته. یه پول از مرتضی نوروزی میاد بالا. این بازیکن با تجربه آبا باری کلا. حالا مرتضی نوروزی در موقعیت تاپ هستش، پس میخواد بکنه پارو ولی هفگارد ورقو بر میگرد. هفگارد خیلی موقعیت خوبی برای گرند آن پاوند نیکو. آره خیلی، ولی واقعا یه خوب ورقو عجیب برگردوند. سویپش خیلی قشنگ بود. دقیقا همون چیزی که گفتین، گفتین تجربهش بالاست تو هزارم ثانیه. خیلی ریلکس و هنوز هم ریلکس داره فایده. شما تو صورتش هیچ حسی نمیبینیم. دقیقا دوست دارم اگه حسی رو نشون بدی به نظرم حریفت میتونه سوء استفاده بکنه. خیلی خوشحال باشی، خیلی ناراحت باشی، ضرر میفهمه. نشون دهنده ضعفت دیگه. دقیقا میفهمه تو آرامش نداری. به قول یکی از دوستان میگه احساساتو فقط تو عروسی بعدش آرمترنگ رو زیری جمع کرده ظاهرن بازیکن قرمز. درسته خیلی فایده نداره. نه صرفا داره کنترل داره میکنه مرتضی رو. زیر چشم هادی هم خون اومده، باز شده دست رو میذاره که میخواد بیاد بالا ضربه رو بزنه. ببینیم موفق میشه نه. بله دو سه تا ضربه رو میزنه به سر صورت حریف. خیلی زیبا داره فایت میکنه، کنترل میکنه، بی محابا نمیاد بالا، بی محابا ضربه نمیزنه. نیکو دقت کن عضله ها بعد یک دقیقه چطور دم میکنن و هایپرتروفی میشن. این به یه شکل دیگه در میاد. خب اومد پل بزنه خارج شد تاپ مانت. حالا یه ذره کار سخت شد برای بازیکن. یک دقیقه سختیه. بله
این یک دقیقه وحشتناک. ببین بیمهابا هم ضربه نمیزنه، ریلکس در اوج ریلکسی. آخه یه مقدارم ناراحت هم شد. اوه بله، میره برای آربار. میره آربار رو بگیره. خراب موفق نمیشه. آب کیک میخواد بزنه. حالا حریف میخواد بیاد بهش ضربه بزنه. یه دو تا هامر پانچ وحشتناک و حالا ورق برمیگرده. حالا میاد تو تاپمان اینور. از خرداره روی ماونت مرتضی. ببینیم میتونه بازی رو تمام بکنه یا نه. ضربات خودش رو وارد میکنه. آربار زود بود. خیلی زود. نتون داره ضربه میزنه. یعنی 15 ثانیه فقط فرصت داره. 15 دو تا پول دیگه میزنه. اگه بتونه خارج شه 10 ثانیه بعد بتونه تحمل کنه. اگه نتونه تحمل کنه داده رفته کارو. نه شک نکن که تحمل میکنه. پشت سر زرب مرتضی تا اون میاد مش بزنه این بریج میکنه. خیلی زود. راند اول تموم. راند دوم قشنگه. راند دوم. راند دوم. چه مبارزی لحظه‌ای بود. به نظر من اونقدر تکنیکی نبود. میتونی نبود؟ جوجیستاشون جفتشون خیلی چرخش هایی که اومدن بیرون تایمینگ و زور بود به نظر من بیشتر، چون داخل گارد اونقدر کار خاصی انجام نمیدادن. داخل هفت گارد شما نیشیز نمیدیدی، سویپ های منطقی نمیدیدی و بیشتر زور و تایمینگ بود. به نظر من تو این راند مرتضی باید بازی رو سرپا نگه داره و اسخرزاده باید مبارزه بره روی زمین. تاپ کنترل اسخرزاده خوب بودش. دل تو دلم نیست راند دومو ببینم. بین مرتضی نوروزی و هادی اسخرزاده راند دوم دیگه دست نمیده. میگه یه بار جستی ملخک. خسته است مرتضی نوروزی؟ آره خسته است. نفس را دهن میکشه. خیلی هم سنگین. جفتشون هم فشار سنگین آوردن. بازیکن قرمز بازیکن چغریه. مرتضیم غافلگیر شد. خیلی. حالا الان مشخص. البته باز الان نفس کمتری داره. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. داوری چک میکنه مافگاردا رو. چه استایل قشنگی هم دارن جفتشون. یکی از به نظرم عجیب ترین فایت های امشب. ولی فایت عباس با اونم یاسر یه چیز دیگه بود با من. آها آه پاش لیز خورد. پاش لیز. چقدر این بچه داره بچانسی میاره امروز. اوورهند از یله کرمانج تحت فشار گذاشته مرتضی نوروزی. حالا برقو برگرد دو تا ضربه سر به صورت. در اوج ضربه خوردن دو تا ضربه رو زد. در زیرگیر اقدام میکنه پشت سر رو از ضربه بزنه. داور بهش تذکر رو میده. یا واو. امیدواریم چیزی نشده باشه. ضربه این بازیکن ضربه‌ای که به پشت سر زد داور همون لحظه اخطار رو داد. امیدواریم چیزی نشده باشه بازیکن. نزن داور خب الان میگه که نمیتونه ادامه بده با اون ضربه‌ای که خورد. داور بعد داور اعتقاد داره که میشه ادامه داد چون ضربه اونقدر محکم بود. مبارزه ادامه پیدا میکنه. یه های کیک شما قشنگ هایکیک رو میزنه با اینکه دفاع میکنه ولی نیرو انتقال میده. یه اوورهند در برگشت ضربه رو خوب میزنه. اسخرزاده میری برای دوخم ولی ضربات محکمی رو داره بهش وارد میکنه. میره برای اینکه دوخم رو بگیره بلند کنه میاره در خاک. میکنه دقیقا میکنه. آفرین. از کیج استفاده کرد یل کرمانج و تونست مرتضی نوروزی بزنه زمین ولی مرتضی داره بلند میشه دوباره. و باری کلا چقدر قشنگ ترانزیشن رو اجرا میکنه. زیبا میره برای ماونت مرتضی. تجربه دقیقا نیکو تجربه. به نظرم از ضعف جوجیتسوش استفاده کرد مرتضی چون رفت برای گردن بدون اینکه بتونه بالا تنه رو کنترل بکنه. رفت ریر نیکه چوکو بگیره و هوکا رو ننداخته بود و مرتضی سو استفاده کرد از این قضیه. استفاده دقیقاً. مفید کرد. ولی واقعا الان برای کاملا برگشته توی یکی از خطرناکترین پوزیشن های MMA اومده. از آرم ترانگل رو جمع و جور کرد آرم ترانگل جمع کامل نیکو برای فشار میاره. میتونه تموم کنه. اسکارف تمومه. میتونه تموم کنه همینجا کارو. اگه محکم فشار رو بیاره میتونه تموم کنه چون داره تمام
تجربه برد، تجربه میبره. ولی کلا مرتضا نوروزی با سابمیشن آرم ترنگل تمام کرد کار. چقدر قشنگ زد. یلی چه پسری. قشنگ جمع کرد. ماشاءالله قهرمان. میشه بودم بودم چرا تاپمان تو داد رفت. ماشاءالله به جوب دست جمع کرد رفت داخل سایت. تو آرم ترنگل رو بعد توی سایت کنترل تموم بکنید. باری کلا. باری کلا. بازیکن قرمز اعتقاد داره پشت گردنش ضربه خورده پشت سر این ضربه. خب نه در نهایت میتونه اون چند تا امتیاز منفی بهش بده که دیگه به دیسیژن نرسیده. مبارزه تموم شده. ضربه غیر قانونی بعد داور یه امتیاز جمع بکنه. داور بعد نگه داره مبارزه رو. ماشاءالله واقعا لذت بخش بودیم. ولی جفتشون خوب فایت کردن، بسیار بسیار اون حریفش هم خوب کار کرد. ولی نیکو تجربه کاملا خودش رو داشت نشون میده، شاخشونه میکشید کامل. علاوه تکنیکی اونقدر فایت لول بالایی نسبت به فایت های دیگه نبود، ولی قشنگ بود. ولی قشنگ بود. ولی باید قبول کنیم نیما قدرت حریف خوب استفاده میکرد. کاملا بازی قدرتی و حریفش هم جوان‌تر بود. 5 سال جوان‌تر بود، گردن کلفت‌تر هم بود. ولی تکنیکی دست مرتضی نوروزی به عنوان پیروز بالا میره و به نظرم مرتضی اینجا مرتضی نفس داری؟ بله چطوری؟ قربونت برم. مبارزه چطور بود؟ خوب بود. سخت بود تقریبا. ماشاءالله ماشاءالله. چه حسی داری؟ خدا رو شکر من 85 تا 84 تا ایران رو چالش میکنم تو کشور خودمون بیام بازی. دمت قربونت برم. ایشالا همیشه فایتر برنده باشی. جانانه انرژی به زمین افتخاره. مرتضا نوروزی این صحنه ببینید کاملا حریف سوار بر داستان بود، داره ضربات وحشتناک و پیاپی هم میزد به سر و صورت حریفش ولی ورق و برگردوند. ولی خب مرتضا وقتی که ماونت داده بود با بریجای به موقع جلوی ضربات اصغری رو میگرفت، اصغرزاده رو میگرفت. صحنه رو اینجا برای زیرگیری اقدام کرد، چند تا ضربه رو زد. البته پشت سر هم داره صحنه رو می‌بینیم، همون صحنه رو داریم می‌بینیم پشت سر هم. شب فایت توی انگلیسی میگن برالر، یعنی زد و خوردی و تو جنجالی بودش. این لحظه، این لحظه، این تکنیک اینجا خوب اجرا کرد ترانزیشن واقعا. ببینید ابک به جای اینکه اشتباه حریف بود دقیقا. آره به هر حال یکی اشتباه میکنه دیگه، یکی استفاده میکنه از اشتباه. یه شولدر ترو. ولی اینجا واقعا اینجا نیما گفت تمومه، ما فهمیدیم تمومه چون خوب جمع کرده بود. واقعا خوب جمع کرده نیما. اگر از اون وضعیت میومد تو باترفلای بهتر نمیشد؟ خیلی جای سختی به اول دست رو از بدن جدا بکنه. نه فقط تغییر هیپ میداد. نه تهران و دیگری از خراسان رضوی.